تذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که شب خوب و وقت ارزشمندی رو داشته باشید و باز هم بتونیم لحظاتی رو با هم در سایه کلام پروردگارمون سپری کنیم. آیاتی که در این برنامه مد نظرمون هست در به دنباله آیات برنامه های پیشین، آیات 217 و 218 سوره بقره است. این بخش سوره بقره یک نوع ویژگی خاصی داره و اون ظاهر شدن حرص بارز صحابه و شاگردان مدرسه نبوت برای یافتن حقیقت و دریافت وظایف شرعیشون. گفتیم که سوال کردن و پرسیدن کلید علم و دانش هست، اگرچه در خیلی از موارد کنجکاوی کردن میتونه دخالت در حریم شخصی دیگران باشه، در خیلی از موارد میتونه سوال کردن بیجا باشه و در خیلی از موارد هم میتونه سوال کردن برای ایجاد حرج و ایجاد یک نوع شرایط ناهموار برای سوال شده باشه. وقتی که انسان میخواد کسی رو به عجز بکشونه یا عاجزش بکنه، خب میتونه باز هم با سوال این هدف رو دنبال بکنه. و گفتیم خیلی از موارد هم هست که سوال کردن سوالای بیهوده است، لغو هست، همونطوری که ما گاهی در اصطلاحات عامیانه خودمون هم بگیم که سوالات بنی اسرائیلی، یعنی سوالاتی که فقط به جز یک معلومات بیهوده و یک بهانه طلبی چیزی دیگه‌ای رو در بر نداره. اما با وجود اینکه این چنین انگیزه های بی جا یا غلطی هم میتونه در سوال و استفهام وجود داشته باشه، ولی باز هم ارزش سوال کردن و پرسیدن و اهمیت اون رو نمیتونیم از یاد ببریم، خصوصا در عرصه آموزش و تعلیم. هم برای آموزگار راهی هست برای اینکه انگیزه آموزش یا آموختن یا فراگیری رو اضافه کنه در دانش آموزان، و هم میتونه راهی باشه برای ارزیابی سطح ادراک و اخذ مطلب دانش آموز یا دانش آموخته، و هم وسیله‌ای هست برای اینکه دانش آموز بتونه نکات مبهم یا مجهول ذهنی خودش رو حل بکنه. گفتیم در این سوره 7 مورد از پرسش یا سوال مطرح است که هر موردی عرصه ای از عرصه های وظائف دینی رو در واقع بیانگر است. سومین موردی که در این سوره یا در این مجموعه آیات مشاهده میشه در آیه 217 یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، میپرسن در ارتباط با ماه حرام و جنگ در ماه حرام، در این ماه. قل قتال فیه کبیر، بگو که
قتال یا جنگ در این ماه بزرگ هست، کار بسیار نادرستی هست، جزء کبائر هست. ولی با وجود این و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام، صد عن سبیل الله شدن و کفر به الله ورزیدن و به همین صورت در مقابل مسجد الحرام راه رو بستن و اخراج اهله و اهل مسجد الحرام رو از خانه و کاشانشون بیرون راندن، اکبر عند الله، جرمش از در نزد الله از جنگ در ماه حرام بیشتر هست. و الفتنه اکبر من القتل، و با همه اینها فتنه از قتل هم بیشتر یا خطرش، عواقبش، جرمش سنگین تر هست. ولا یزالون یقاتلونکم، و اینها به طور مستمر در ستیز با شما هستند، حتی یردوکم عن دینکم، تا اینکه شما رو از دینی که دارید برگردونند، این استطاعوا، اگر بتونند. و من یرتدد منکم عن دینه، اون کسی که برگشت از شما از دین خودش، فیموت، و در این میان مرگش فرا رسید، یعنی فرصت زندگی رو از دست داد، و هو کافرون، در حالی که در وضعیت کفر وجود داشت، فاولائک حبطت اعمالهم، اینها کسانی هستند که اعمالشون بیهوده شده، از بین رفته است در دنیا و در آخرت، ارزش دنیایی اون اعمال هم ضایع شده است و در آخرت هم براشون حسابی صورت نمیگیره. و اولائک اصحاب النار، و اینها عاقبتشون، همراهیشون، جایگاهشون آتش فروزان هست، هم فیها خالدون، در اون جاویدان خواهند موند. آیه با پنج خطی که مشاهده میکنید، شاید واقعا شش خط هست، یک بسته بسیار جامعی از تاریخ سختی و مشقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه در 13 سال زندگی در مکه گذروندن رو به تصویر میکشونه. 13 سال سختی، 13 سال مشقت، 13 سال تبعیض و ظلم، 13 سال استبداد، 13 سال انواع مختلف آزار و اذیت‌های جسمی و روحی، و در انتها وادار کردن به مهاجرتی که باید محبوبترین موقعیتی که در زندگی به اون وابسته و دلبسته هستند رو رها می‌کردند و به سرزمینی جدید برای زیستن رو می‌آوردند. بخشی از اونها مهاجر شدن به حبشه و برخی هم در انتها مهاجر شدن به سمت یثرب که بعد اسم شد مدینه. بعد از هجرت در سال دوم هجری در ماه ربیع الثانی، آخر ماه ربیع الثانی، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مطلع میشن که قافله ای از قریش، قافله تجاری از قریش به سمت طائف در حرکت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن جحش رو به عنوان فرمانده یک مجموعه 8 نفره انتخاب میکنن و اون رو از مدینه
رهسپار نکته ای به نام النخله که در بین طائف و بین مکه هست اون رو میفرستند. بعد از سپری کردن دو روز مسیر راه، البته بهش میگن که نامه ای بهش میدن، میگن که تا زمانی که به این نکته نرسیدی نامه رو باز نکن، وقتی که باز کردی اون رو اجرا کن. که ایشون هم نامه رو در همون نکته ای که پیامبر بهش توصیه کردن نامه رو باز میکنه و پیامبر صلی الله علیه و آله بهش میگن که مسیری که میخواهید رفت نکته النخله هست در بین طائف و مکه. اونجا توقف میکنید و در انتظار قافله قریش میشینید و قافله رو زیر نظر میگیرید و خبر اونها رو برامون میارید. اگر هم کسی مسیر رو برای مشقت بار بود نمیخواست باید همراهی بکنه، آزاد بذار که برگرده. این قافله هشت نفر، این مجموعه هشت نفره بر اساس توصیه پیامبر صلی الله علیه و سلم به موقعیت سفارش شده رسیدن و در اونجا در انتظار قافله قریش ایستادن که مجموعی از اموالی رو با خودشون داشتن از قریش و در این حال چهار نفر هم همراه این قافله بود. مشوره با هم میکنن و در این مشوره به این نتیجه میرسن که باید این فرصت رو استفاده کنن، با توجه به اینکه تمام اموال و زندگی اینها رو قریش تصاحب کرده و بهشون ظلم کرده و سالها در زیر ظلم و ستم قریش به سر بردن، الان موقعیت هست که حق خودشون رو پس بگیرند. اموال هم خوب از سران قریش و شخصیت هایی بود که باید این برخورد برابر با اونها صورت میگیره. در این میان یک نفر از مجموعه این قافله قریش میتونه فرار بکنه و دو نفر اسیر میشن، یک نفر کشته میشه و اموال قافله رو به طور غنیمت به نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میارن. اتفاقی که میفته این هست که روزی که اینها درگیر میشن اول روز اول رجب بوده که اینها فکر میکردن که روز آخر جمادی الثانی هست، در صورتی که روز اول رجب بوده و وقتی که برمیگردن به مدینه این خبر پخش میشه که در روز اول رجب که روز حرام هست این دچار درگیری شدن یا وارد درگیری شدن با قریش و دو نفر رو به قتل رسوندن و غنیمت آوردن. این کار یا این عمل کرد ایجاد یک نوع اضطراب سختی رو در جامعه ایجاد کرد که ما برای اجرای عدالت یا برای پایبندی به اصول حرمت‌های الهی برانگیخته شده ایم. اگر خودمون در اینجا در این میان دچار حرمت شکنی بشیم، خب چه میشه توقعی داشت؟ در نتیجه این براشون خیلی سنگین بود. بعد از اینکه این بحران به طور یک بحران فکری در مدینه بین صحابه و حتی پیامبر صلی الله علیه و آله باش درگیر میشن، این آیات نازل میشه و این بحران رو رفع میکنه. به این معنا که در آیه 194 که ما در برنامه های پیشین بهش پرداختیم، الله متعال گفت که از شهر الحرام و به شهر الحرام. شهر الحرام یعنی ماه حرام در مقابل ماه حرام هست، یعنی حرمت ماه حرام و رعایت حرمت ماه حرام در مقابل حرمت ماه حرام هست. و الحرمات و قصاص،
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اگر کسی به شما تجاوز کرد یا در حقتون تعدی کرد، شما هم در حقشون مقابله به مثل بکنید. این وظیفه ای هست که در واقع باید در برای ایجاد یک نظام عادل باید اجرا بشه. در اینجا قرآن کریم بهانه جویی که در واقع اهل کتاب از جهتی میخواستن خدشه وارد کنن به عملکرد مسلمان ها و مشرکین هم به همین صورت شایع پراکنده میکردن رو پیامبر قرآن کریم به تصویر میکشونه که ما منکر این موضوع نیستیم که جنگ در ماه حرام کار بسیار نادرستی هست و این هم یک نوع خطایی صورت گرفته به این معنا که تشخیص دادن یک روز براشون مشکل بوده، یعنی فکر کردن که روز آخر ماه جمادی الثانی هست ولی در واقع روز اول ماه رجب بوده. خب این یک نوع سوء فهم یا یک نوع عدم ادراک باعث این موضوع شده، ولی اصل موضوع چیزی دیگری هست و از این نوع خطاها صورت میگیره در زندگی در بین نوع بشر طبیعی هست. اون کسانی که دارن به این صورت ریزبینی میکنن و عیب جویی میکنن و میخوان به همین صورت یک نوع تصویر مخدوشی رو از سیرت مسلمان ها ارائه بدن، باید بدونن که جرائمی که اونها مرتکب شدند اینقدر حجم و وزن سنگینی داره که در مقابل این خطایی که به طور اجتهادی صورت گرفته قابل مقایسه نیست. در چشم دیگران کاهی رو کوه کردن این وصف منصفانه ای نیست که داره جامعه آلوده ای که غرق در شرک و غرق در کفر هست داره انجام میده. اولین جرمشون صدن سبیل الله هست. صدن سبیل الله 13 سال آزادی فکری رو از مردم سلب کردن. هر کسی که دهنش رو برای یک حقیقتی رو باز کرد، سخنی رو خواست بگه، کلمه ای رو بخواست اظهار بکنه، جلوش رو گرفتن، دهنها رو بستن و استبداد فکری رو به نحوی قائم داشتن که هیچ احدی جرأت لا اله الا الله گفتن رو نداشت. این استبداد فکری در هر جایی هست متاسفانه، امروز هم هست. دیگر اندیشی بزرگترین جرم هست. آزادی فکر و اندیشه اصلا به عنوان یه حق شناخته نمیشه. میگن هر طوری که ما فکر میکنیم شما فکر کنید، توجیهات و تأویلات و داستانهایی که ما میگیم شما اونها رو تکرار کنید و اونها رو حقیقت بپندارید. این میگن صدن سبیل الله، مانع شدن از این که حقیقت به گوش دیگران برسه. ده ها و صد ها شبکه ماهواره‌ای مبتذل آلوده به هر چیز وجود داره، براش این امکانات هست، ولی برای دو شبکه توحیدی امکانات نیست. بودجه های میلیاردی برای شبکه های استانی و سراسری و جهانی وجود داره، ولی یک ساعت وقت برای یک سخن آزاد دو نفر مسلمان اهل سنت وجود نداره. جالب اینجاست که فقط بحث تبلیغ و آزادی
اظهار اندیشه نیست، وجود صاحب اندیشه هم براشون سوال هست، امکانش نیست. یعنی وقتی که نذارن که مسجدی در تهران باشه، یعنی این که نمیخوان که حتی صدای اذان در پنج وقت به گوش کسی برسه، تا اینکه سوال پیش نیاد که چرا پنج وقت، چرا نمازهای پنجگانه، ما که سه وقت نماز داشتیم، این از کجا اومد؟ این سوال پیش میاد، سوال پیش میاد، خود به خود تحقیق میشه، خود به خود پی میبرن که این دین محرفی هست که براشون ارائه دادند. نمونه ای هست، شهادتین هست، شهادت سوم وجود نداره، از کجا این شهادت سوم اومد؟ چرا اینا میگن اشهد ان لا اله الا محمد، اشهد ان محمد رسول الله؟ کجاست شهادت سوم؟ سوال پیش میاد کی این شهادت سوم داخل شد؟ زمان قاجار، زمان صفویا، الان؟ هیچ از کجا هست؟ خب اینا همشون سوال هست. صد عن سبیل الله شدن، کفر به الله ورزیدن به گناه های مختلف. بزرگترین کفر به الله یعنی این که حق الهی رو به غیر الله دادن، علم غیب الله رو به غیر الله دادن، حاکمیت و سلطه جهان رو به غیر الله دادن، اون رو بهش ولایت تکوینی دادن، ولایت تشریعی دادن، اون رو فریاد رس دونستن، جایگزین خدا اون رو تصور کردن. فرقش چیه؟ چه بگیم ابن الله، چه بگیم خلیفة الله؟ نهایت نتیجهش یکی هست، یعنی اینکه این همون کاری که خدا میکنه رو این انجام میده، جانشین خدا هست. اون کسی که ابن الله هم میگفت نمیگفت که خداوند فرزندی رو زاییده هست، الان هم نمیگه این رو، میگم پرتوی از پرتوهای خداست، همونطوری که گفته میشه در مورد ائمه. و کفرون بهی، کفر به الله متعال. و المسجد الحرام، و باز من کردن و سد شدن از مسجد الحرام. صحابه بعد از 7 سال، بعد از 6 سال مهاجرت، بدون اسلحه حرکت کردن برای عمره در ماه حرام، در ماه ذوالقعده، در حدیبیه جلوشون رو گرفتن، نداشتن که وارد مکه بشن. حضرت عثمان به عنوان سفیر پیامبر صلی الله علیه و آله فرستاده شدن تا اینکه با قریش مذاکره کنن، شایعه شد که عدد عثمان رو به قتل رسوندن. پیامبر هم به بیعت رضوان رو با صحابه کردن که برایشون حق انتقام سفیر گرفتن یک وظیفه شرعی شمرده می شد، که بعد خبر شد که عدت عثمان زنده است و برگشتن و در نهایت صلح حدیبیه به امضا رسید. و در مقابل این جرمی که قریش مرتکب شد، سال آینده الله متعال مسیر مکه رو برای مسلمان ها کلن باز کرد. مهم اینجاست که راه مسجد الحرام، راه عبادت و یک تا پرستی رو بستن جرمش بیشتر هست، و راه یک تا پرستی رو بستن فقط این نیست که شما بیایید مانع بشید که سفر حج انجام بشه با راه های مختلفی که به طور مستقیم و غیر مستقیم بهانه‌هایی که ایجاد میکنید تا اینکه مانع بشن از اینکه مسلمان ها به حج برن. اینکه ده ها سمبول های عبادی به عنوان اتبعات عالیات بسازید تا مردم با اونها تسکین حاصل کنن و به اون خرافه ها اعتقاد داشته باشن و برایشون حیثیت و حرمت بدن، همشون رو مناطق حرام یا حرم بدونن، خودش صد عن سبیل الله هست. ده ها و صد ها روایت جعلی رو برای مردم پخش کنید که رفتن یک بار به نمیدونم یکی از این مراکز عبادی چند برابر حج ارزش داره یا فضیلت داره، یک بار به کرار رفتن اینقدر از فضیلت داره، خودش صد عن سبیل الله هست. ذهن رو از مسیر توحید و اکتاپرستی به سمت شرک سوق دادن هست. و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله، در نهایت اخراج اهلی، بیرون راندن اهلش، مهاجر کردن،
به جایی که به حدی که مجبور بشه مسلمان بره به حبشه و از حاکمیت حبشه پناهندگی بخواد. الان هم اینطوری هست، این موضوع وجود داره، مهاجرت های بی حد و حسابی که وجود داره، همشون به خاطر فشاری که وجود بر سر مسلمان ها صورت میگیره. همه اینها میگه اکبر و عند الله، اینا جرائمش بزرگتر است در نزد الله متعال. چرا مسائلی رو بزرگ میکنید، مسائلی رو کوچک میکنید؟ حکم ماهای حرام و حرمت ماهای حرام جای خودش هست، ولی به این معنا نیست که شما ماهای حرام رو بزرگ کنید و براش با ذره‌بین حساب کتاب باز کنید، ولی ده ها حرمت سنگینی که زیر پا گذاشتید و اون رو شکستید اونها رو فراموش بکنید و بهش اهمیتی ندید. و مهمتر از همه الفتنه تو اکبر من القتل، فتنه از قتل بزرگتر هست، جرمش بیشتر هست. جالب اینجاست که بعضی از جمله های قرآن کریم آنچنان پرمعنا و پرمحتوا و عمیق هست که به عنوان اصول و مبانی یک نظام فکری و نظام اجتماعی و نظام اقتصادی و نظام اخلاقی میتونه قلمداد بشه. البته کل قرآن کلام الهی هست و ویژگی خاص خودش رو داره، ولی در تأصیل یا تأسیس کردن مبانی یک نظام شامل و جامع یک سری جوامع الکلم رو شما میبینید که این جوامع الکلم نمیتونه از جمله های عادی از یک انسان عادی باشه، غیر از اینکه کلام الهی باشه هیچ مصدر دیگه نمیتونه داشته باشه. الفتنه تو اکبر من القتل، شما در نظر بگیرید در نظام، در کل سیستمی که ما داریم به عنوان جنگ و ستیز در شریعت کلش بر این قائم است، الفتنه تو اکبر من القتل. از جهاد و جهاد جنگی که به عنوان جهاد اسلامی ما اون رو میشناسیم، همه اومن انتقاد میکنن، همه خیلی اونایی که البته اعتقاد ندارن یا اونایی که مقداری ضعیف الفکر هستن و شناختشون جامع و کامل نیست، در چون شناخت صحیح و درستی از دین و نگاه وسیع دینی ندارند. اگر بدونن که در واقع قتل یا قتال یا جهاد اسلامی برای رفع فتنه هست، کل مشکلات حل میشه. و اگر مجاهدی که در واقع در مسیر جهاد هست بدونه که برای رفع فتنه داره جهاد میکنه، به هیچ عنوان دچار تعدی، دچار اشتباه، دچار لغزش، دچار ظلم به کسی نمیشه. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. اصل قضیه اینجاست، فتنه اون چیزی هست که در جامعه به عنوان یک آفت بسیار ریشه‌ای در جنبه‌های مختلف یک جامعه تأثیرگذار هست و موجب به هم ریختگی و فروپاشی جوامع بشری میشه. فکر انسان رو قاتلش هست، عقل انسان رو قاتلش هست، امنیت انسانی رو قاتلش هست، عدالت اجتماعی رو قاتلش هست، نظم و هماهنگی رو قاتلش هست. فتنه یک نوع
آفتی هست که هر سیستم سالمی رو از درون خود درونش اون رو از بین میبره. برای از بین بردن این فتنه ناچار باید علاجی به عنوان قتال وجود داشته باشه. در هر جامعه‌ای، در هر سیستمی، در هر نظامی ما یک سازمانی داریم یا یک بخش داریم به نام سازمان دفاع. و این سازمان دفاع برای رفع این آفت‌ها هست. اگرچه شناختشون از آفت شاید غیر باشه، اگرچه محدودیتی که دارن اعمال وظیفه میکنن شاید یک محدوده قومی باشه، ملی باشه، اما دین محدودیش قومی نیست، ملی نیست، حدودش انسانی هست. برای آزادی هر انسانی وظیفه شرعی خودش میدونه، یک انسان مسلمان، که سعی و تلاش لازم رو بکنه. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. چرا شما در مسیر الله در برای رهایی بخشیدن به کسانی که زنان، کودکانی که زیر فشار ظلم ستمگران میگن که خدایا ما رو از زیر این ستم و ظلم رهاییمون بده و بر سرمون حمایتی از نصرت خودش قرار بده، وظیفه شرعی مسلمان هست. اگر حکومتی مثل حکومت آمریکا به خودش اجازه میده که با شعار دموکراسی هزاران کیلومتر رو پشت سر بذارن ارتشش و بیان در افغانستان، در عراق یا در کشورهای مختلف خاورمیانه نیرو پیاده کنن که ما میخوایم دموکراسی رو بیاریم و بعدن هم معلوم بشه که دموکراسی نیست، چای نفت است، دموکراسی نیست، مساله قومی و ملی هست و ده ها مسئله دیگه هست، ولی مسلمان وظیفش میدونه که در هر جا که باشه، در هر موقعیتی که باشه، برای آزادی فکری، آزادی جان و مال مظلومین سعی و تلاش خودش رو اعمال بکنه تا جایی که میتونه. والفتنه اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. این قافله کفری که وجود داره مستمر در سعی و تلاش است که شما رو از مسیری که دارید، از مسیر حقی که دارید، شما رو برگردونن، به کفر بکشونن اگر بتونن. این سعی و تلاششون هست و اگر کسی هم در زیر این سعی و تلاش سر تسلیم خم کرد و نهایتش رو به خاتمه خودش رو با کفر منتهی کرد، بدونه که جزو زیانکاران خواهد بود و اصحاب نار هم فیها خالدون تصور میشه. میان برنامه با هم میبینیم. بعد از دیدن میان برنامه برخواهیم گشت و آیه 218 رو هم انشاءالله با هم بررسی کنیم. زمین خشک دلها را
چو آب پاک باران است، هر آن کس زان گریزان است، گلستانش پر از خار است، سرشت از ایزدی دارد، نشان از سرمدی دارد، بود نطق خداوندی، غم ابلیس مکار است. قرآن را بی قلب ما فزون بین ما، ببر از دل گناهان را، که قرآن خصم فجار است، بگردان ره روانش را، سرور و سالار، به عقبا جز به ابرارت، که او سالار ابرارت، شفای روح هر جسمی توی، قرآن توی، قرآن بهاران می کنی دل را، دل از یاد تو سرشار است، اگر در زندگی آید شود جانت بهار سال، بیا از وی ببر نوری، که او مصباح انوار است، که او مصباح انوار است. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه تدبر در قرآن کریم، آیه 217 سوره بقره رو نگاهی داشتیم که یک تصویر بسیار جامعی از فتنه‌ای که در واقع زمینه جهاد دینی رو تأسیس میکنه یا ایجاد میکنه رو برامون قرآن به تصویر کشون. فتنه ای که صد عن سبیل الله هست، فتنه ای که درش کفر هست، فتنه ای که درش صد راه عبودیت و مسجد الحرام هست، فتنه ای که درش بیرون راندن انسان ها از خانه و کاشانه و مهاجرت های اجباری هست، برحال فتنه‌ای که در کل بهش میگیم اکبر من القتل، و این فتنه مستمر هست، وجود خواهد داشت، با هدف اینکه شما رو از دینتون، از آیینتون، از فکرتون، از اندیشتون شما رو دور نگه بدارند. این طبیعت جهان ناباور کفری هست که وجود نور و آگاهی، حیثیت و وجود اونها رو به خطر میندازه. وجود نور ظلم، وجود ظلمت رو به طور طبیعی
مانع میشه. وجود توحید انتشار شرک و بدعت رو مانع میشه. در نتیجه اینها در تلاشن، در سعی و تلاش مدام و مستمر خواهم بود تا اینکه اون کسانی که مشعلهای نور رو دست دارن اونها رو برگردونن، اونها رو وادار بکنن به اینکه تغییر و تحول فکری بدن، اونها رو وادار بکنن که توبه کنن، اونها رو وادار بکنن که به نحوی وفاداری به فکر و اندیشه یا نظام رو اعلان بکنن. ولی بدونید که اون کسی که استقامت نکرد و این در این جنگ تسلیم شد و دچار بازگشت و ارتداد شد، در واقع اعمال و اون چه که گرد آورده از نیکی رو به باد داده. فمن یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این افراد به طور طبیعی اعمالشون ضایع هست در دنیا و آخرت، و اینها در آخرت هم اصحاب النار خواهند بود. نه تنها ضایع شدن عملشون سعادت و خوشبختی رو به بار نمیاره، بلکه برعکس براشون بدبختی و تیره بختی عذاب جهنم رو موجب میشه و در اون پایدار خواهند بود. در مقابل این افراد، در مقابل این کردار، ما یک سیرت نمونه ای داریم که ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، اون کسانی که ایمان آوردند، اون کسانی که هجرت کردند و اون کسانی که جهاد کردند در راه الله متعال، اولئک یرجون رحمت الله، اینا کسانی هستند که در پی رحمت الهی بودند و الله متعال غفور و رحیم است. این آیه جامع و مانع بسیار بسیار با وسعت کامل چتری میندازه بر سر تمام صحابه بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، صحابه‌ای که ایمان آوردن، صحابه‌ای که باهاش هجرت کردند، صحابه‌ای که باهاش جهاد کردند، ایمان در سخت‌ترین شرایط، ایمان در مکه‌ای که براشون هیچ سودی نداشت، نه تنها سود نداشت بلکه هر چی داشتن رو در مسیر ایمان خودشون فدا کردند، سخت‌ترین مصیبت‌ها رو متحمل شدند، همه چی رو رها کردند و هجرت کردند، بعد از این که هجرت کردن باز هم فداکاری کردند، جهاد کردند، چیزی رو به دست نیاوردن مگر اجر آخرت، مگر رحمت الهی، مگر نام نیکی که امروز در تاریخ ثبت هست از تک تک این صحابه، چون در راهی بودن که اون راه رو الله متعال براشون تعریف کرده بود. اولئک یرجون رحمت الله، اینا رحمت الهی رو دنبال میکردن، اینا در پی مصلحت و منفعت شخصی خودشون نبودن، اینا در پی این نبودن که قدرت یا حکومتی رو دست بیارن و از طریق این قدرت و از طریق این حکومت بتونن تمام اطرافیان خودشون رو در این غنیمتی که به دست آوردن سهامدار کنند، بلکه رحمت الهی رو دنبال میکردن، که رحمتی که الله متعال غفور و رحیم است. لغزی چی کردن رو الله متعال میبخشه و رحمتش هم بر سر اونها در دنیا و آخرت وجود داره و خواهد بود. گفتیم که صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم براشون لغزش کردن یا اشتباه کردن براشون بسیار سنگین بود. حتی اون کسانی که به طور فردی و در موقعیت غیر علنی دچار خطا می شدن، می بودن بهش پیامبر صلی الله علیه و سلم: یا رسول الله هلکت و اهلکت،
یا رسول الله دچار این مشکل شدم، این گناه رو مرتکب شدم، راه و چارش چی هست؟ حتی کسانی از اینها بودن که حاضر بودن برای اینکه طهارت از گناه رو به دست بیارن در بدترین و شدیدترین شکنجه جسمی بیفتن که اون سنگسار شدن هست. در هیچ نمونه در تاریخ اسلام نیست که با 4 شاهد یک فرد مرتکب زنا حکم سنگسار شدنش رو صادر بشه کرده باشن، مگر در مورد یک موردی که خود فرد میاد اصرار میکنه یا رسول الله من میخوام که پاک بشم، حکم الهی رو برام اجرا کنی، که این که بعد از 3 که میاد و میره و تأکید بر اجرای حکم میکنه، اعتراف بر گناه میکنه، ناچار پیامبر صلی الله علیه و سلم اجرای حکم رو میکنن طبق اون چی که در شریعت الله متعال بهشون وحی کرده بود. در غیر این صورت حتی اگر فردی با ششم خودش هم جرمی رو مشاهده کرد، جرمی که درش حق حقوق ایزایی نشه، جرم جرائم فردی باشه، مثلا فردی شرب خمر مرتکب شد، فردی مثلا دچار گناه فردی مثل روابط نامشروع شد، فرد برای جایز نیست که فضیحت کنه فرد دیگر رو، و حتی اگر هم اعلان کرد و مطلبی رو به کسی رسوند، اگر شاهد نداشت، 3 شاهد نداشت، برعکس بر اون حکم تهمت اجرا میشه و باید 80 شلاق تهمت رو متحمل بشه. الله متعال ستار عیوب هست و بندگان خودش هم میگه ستر بندگان خودش ستر کنید، ولی در این حال مؤمنین اینقدر حریص بودن که حتی در پنهان هم دچار گناهی میشدن، مرتکب خطایی میشدن، ایمان چنان به آخرت و عاقبت مستحکم بود و با عیان و آشکار جلو چشم خودشون عاقبت و نهایت رو به خوبی مشاهده میکردن که نمیخواستن که هیچ حساب و کتابی به آخرت منتهی بشه. اما اگر موقعیتی پیش اومد و لغزشی صورت میگرفت، اجتماعی بود، بحران صورت میگرفت، مثل این موردی که گفتیم، سریه عبدالله بن جحش که دوشب یک اشتباهی شد در روز اول رجب به خاطر عدم محاسبه درست دچار قتل میشن، یعنی داخل جنگ و درگیری میشن و 2 به قتل رسیده میشن که اینا همشون در بحرانی وارد میشن که چرا این ارتکاب صورت گرفت و این نتیجه چه خواهد بود و به همین صورت حکمش شرعاً چی هست که الله متعال این آیات رو نازل میکنه. و در خاتمه در بعد از این آیه که این حکام این موضوع میاد که شما نگران نباشید، در واقع یک خطای اجتهادی هست، جرائم اینا خیلی بالاتر از این هست که با حرمت شکنی روز محرم یا روزی از ایام ماهای حرام بشه جرم اینها رو نادیده گرفت، ولی با وجود این تأکید میکنه قرآن کریم بر اینکه این افراد، این صحابه، این شاگردان مکتب وحی این اخلاص رو دارن، آخرت جویی رو به حدی دارن که عملا این آخرت جویی در زندگی اونها به ثبت رسیده، عملا خیر و نیکی و عدم مصلحت جویی و منفعت طلبی شخصی رو تونستن به اثبات برسونن، نه در یک روز، نه در 2، در 2 که اینها نقش کلیدی در ایجاد یک جامعه توحیدی ایفا کردن، در 13 مکه و در
ده سال مدینه که با پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن و بعد از اون. شما سیرت اینها رو در نظر بگیرید. الان در کجای مکه یا در مدینه شما میتونید بیتی رو، قصری رو، کاخی رو، اثری از قلعه ای رو پیدا کنید که در اونجا نمیدونم خلیفه مسلمان ها زندگی میکرد؟ در همون خونه های عادی خودشون بودن. خلیفه مسلمان ها که نصف کره زمین زیر سلطش بود، نزدیک به نصف کره زمین، عمر ابن خطاب رضی الله عنه در محراب بدون داشتن هیچ نگهبان شخصی، یه ساده، فرد ساده غیر بومی، یه خائن اجیر شده ای با کمال سادگی به قتل میرسونه و چند نفر دیگر هم در داخل این صفوف با خنجر خودش میزنه و به شهادت میرسونه. به دنباله این خلیفه مسلمان ها عدت عثمان رضی الله عنه در خونش محاصره میشه. در فرصتی که به دست میارن یه ایده اوباشی که از اطراف مدینه میان، در شرایطی که بزرگان صحابه در حج بودن، به راحتی خلیفه مسلمان رو به قتل میرسونن. بینی یک نفر زخمی نمیشه که بگیم اینا جز به گارد مخصوص دفاع خلیفه بودن، بلکه اگر صحابه یا فرد مسئولی پیشگام میخواست بشه که دفاع کنه از حریم حاکمیت و حکومت، مانی میشن. حضرت علی رضی الله عنه و حضرت حسن و حسین رو فرستادن برای دفاع از حضرت عثمان. حضرت عثمان مانع شدن، گفتن نذارید که برای دفاع از جان یک نفر کسی زخمی بشه یا کسی خونریزی بشه در شهر مدینه. حضرت علی در به همین صورت سه خلیفه مسلمان ها به شهادت میرسن، به قتل میرسن. یک نگهبان، یک گارد مخصوص ویژه‌ای نمیتونی مشاهده کنید بگی خود دوتا از قبل به شهادت رسیدن، چرا حضرت علی برای خودش گاردی رو درست نکرد و چرا برای حضرت علی نگهبان های خاصی نبودن که در این شرایط درگیری که امنیت ضریبش خیلی پایین اومده محافظت کنن از خلیفه مسلمان ها؟ چون این کار رو یک امتیاز میدونستن که هیچ حاکمی نباید امتیاز داشته باشه نسبت به محکومی، نه در زندگی شخصی خودشون، نه در موقعیت اجتماعی خودشون. و چیز جالبی این هست که اولین فردی که به عنوان امیرالمؤمنین ازش یاد میشه در تاریخ اسلام همین عبدالله ابن جحش است که در این غزوه یا در این سریه پیامبر صلی الله علیه و آله فرستادن. یعنی واژه امیرالمؤمنین هم یک اصطلاح خاص انحصاری برای یک طبقه معین نبود. هر کسی که برای مؤمنین در موقعیتی امارت یا امیر میشد رو بهش میگفتن امیرالمؤمنین، که اولین فردی که بهش امیرالمؤمنین گفتن حضرت عبدالله بن جحش بود که در این سپاه 8 نفره پیامبر صلی الله علیه و آله اونها رو فرستاده بودند. در مجموع خلوص اینها، آخرت طلبی اینها عملا در تاریخ زندگیشون به ثبت رسیده است. و جالب اینجاست که اون کسانی که نزاع معدوم رو میخوان بازسازی کنن، نزاعی که سر قدرت اصلا وجود نداشته رو میخوان یک نزاعی بسازن براش، بازسازی کنن، اگر ازشون پرسیده بشه که فرض کنید اگر در این نزاعی که شما فکر میکنید که نزاعی وجود داشت، جنگ سر قدرت بود که نبود، و در این جنگ سر قدرت فرضاً اگر به جای خلیفه اول خلیفه چهارم میومد چه اتفاقی میافتاد؟ یعنی چه کاری میکرد که خلیفه اول نکرده؟ اگر به جای خلیفه دوم خلیفه چهارم میومد باز چه کاری میکرد که خلیفه دوم نکرده؟ هیچ جای
جوابی وجود نداره، چون تمام اون چیزی که باید انجام میدادن رو با مشوره انجام میدادن و با کمال نیکی و درستی انجام دادن. در نتیجه این یک بازسازی وهمی از تاریخ بی اساسی هست که برای یک تراشیدن یک مذهب مستقل ادعی کار کردن، فعالیت کردن، نوشتن و صحنه سازی کردن، روایت درست کردن و امروز ادعی رو هم با این صحنه های دروغین خودشون به باورهای غلط کشوندن و مذهب ازش درست کردند. برای اینکه ما بخوایم حقیقت آخرت طلبی رو به درستی پی ببریم و بهترین الگوهای خلوص و آخرت طلبی رو مشاهده کنیم، باید تاریخ این کسان رو که قرآن کریم اونها رو معرفی میکنه رو بخونیم. اون چیزی که قرآن میاره اینها در واقع معیار هست، معیارهایی هست که تا قیامت مکرر داره خونده میشه، تا این که تا قیامت ما اینها رو به عنوان معیار در نظر بگیریم. اینا چیزی نبوده که قابل از بین رفتن و دفن شدن باشه. اگر اینا قابل دفن شدن و از بین رفتن بود، معیار نمیشد و با مکرر به عنوان آیات قرآن کریم برامون نازل نمیشد که اون مکرر مهاجرین رو، سیرت مهاجرین رو، حیثیت و مقام مهاجرین رو، انصار رو، مقام انصار رو، حیثیت و مقام انصار و به همین صورت سیرت انصار رو به عنوان ستایش شده در قرآن کریم مکرر ببینیم، مگر اینکه با این نگاه یا با این طرح معیاری در قرآن کریم ما میتونیم برسیم به بهترین الگوهایی که به وسیله مطالعه زندگی این الگوها خواهیم تونست سعادت و خوشبختی رو به دست بیاریم. باز هم تأکید میکنم، تکرار میکنم که تمام اون چی که در تاریخ اسلام به عنوان جهاد اسلامی، به عنوان فتوحات اسلامی وجود داشته بر اساس یک محور تعریف شده است و اون رفع فتنه و آوردن آزادی و احیای حقوق انسان بوده. رفع فتنه، احیای آزادی و دفاع از حقوق انسان بوده و بزرگترین آزادی، آزادی فکر است که انسان از قید بندگی، بردگی غیر الله خلاص بشه و خالق هستی رو بهش مرتبط بشه که عزت و حیثیت همه موجودات از او سرچشمه میگیره. باز هم تأکید میکنم که تمام سعی و تلاش و جنگ و جهادی که در تاریخ اسلام وجود داشته، کمال اخلاص و آخرت جویی درش بوده، در هیچ جایی شما نمیتونید پیدا کنید ثروت اندوزی رو، خوشگذرانی رو، امتیاز طلبی رو، طبقات معین اجتماعی ایجاد کردن رو و به همین صورت از فتوحات راهی برای رفاه و آسایش یک طیف معین پدید آوردن. حتی در دوران خلفایی که به عنوان خلفای بنی امیه و بنی عباس از اونها یاد میشه و خلفای با خلفای راشدین بسیار تفاوت هم داشتن، باز هم ما اگر بخوایم منصفانه و عادلانه تاریخ رو بررسی کنیم، غیر از عدالت،
آزادی، انسانیت و رفاه و آسایش برای همه مردم چیزی دیگه ای رو نخواهیم داشت، اگرچه خب ضعف و به هر حال خلل ها در هر نظامی میتونه به گونه هایی وجود داشته باشه، اما کلیت این نظام ها بر این اصل قائم بوده. امیدوارم که الله متعال ما رو از همه فتنه ها دور نگه بداره و ما رو همیشه برای رفع فتنه به ما توفیق بده که در سعی و تلاش باشیم. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وليتذكر أولو الألباب.